با ادامه جنگ در باریکه غزه یک گزارش تازه نشده از قطعی قریب الوقوع در شمال این باریکه هشدار داده است. در این حال اتحادیه اروپا میگوید که اسرائیل از گرسنگی در غزه من حیث ابزار جنگ استفاده میکند. همزمان با گزارش ها مبنی بر وخیم شدن وضعیت بشری در غزه، اسرائیل یک هیئت مذاکره کننده را در تلاش برای نائل شدن به توافقاتش بس با گروه حماس امروز به قطر اعزام میکند. تحولات شرق میانه را از همکارم سید عزیز الرحمن مشنویم. آقای عزیز، از جزئیات از سرگیری مذاکرات آتش بس آغاز کنین. آیا این مذاکرات حال آغاز شده یا خیر؟ خب بر اساس منابع مصری این دور مذاکرات قرار بود که روز گذشته آغاز شود، لیکن تا کنون در مورد آغاز این دور چیزی گفته نشده. اما امروز یک مقام اسرائیلی گفت که یک هیئت اسرائیل و رهبری اداره استخبارات اسرائیل یعنی موساد به خاطر اشتراک در این دور مذاکرات به قطر میره و این هم گفته شده که انتظار میره این دور مذاکرات حداقل دو هفته طول بکشه. ولی این دور مذاکرات در حال ادامه خواهد داشت که همزمان حملات اسرائیل در سراسر غزه نیز ادامه داره. و طور مثال همی امروز اردوی اسرائیل خبر داد که به شفاخانه شفا در شهر غزه دوباره یورش یا هجوم بردن و گفتند که گروه حماس در این شفاخانه دوباره منسجم شده و از این شفاخانه به حیث قرارگاه استفاده میکنه. مقام های صحی غزه گفتند که در این شفاخانه 30,000 نفر که شامل بیماران، پرسنل طبی و همچنان بجا شدگان هستند حضور دارند. لیکن اسرائیل گفته که بیماران و پرسنل طبی میتونه که در شفاخانه باقی بمانند و همچنان یک مسیر مسئول خروجی را به خاطر بیرون شدن غیر نظامیان از شفاخانه نیز وجود داره. لینا جان، بله. خب یک گزارش تازه هم به نشر رسیده که از قطعی قریب الوقوع در شمال غزه خبر داده. این گزارش از سوی کدام نهاد ترتیب شده؟ جزئیات بیشترش چیست؟ این گزارش به حمایت سازمان ملل متحد و سوی یک نهاد موسوم به IPC تهیه و تدوین شده. بله. بر اساس این گزارش از امین اکنون تا ماه می احتمال از این وجود داره که شمال غزه با قحطی دوچار شود. همچنان این گزارش گفته است که در حال حاضر 1.1 میلیون نفر از جمعیت غزه با گرسنگی فاجعه بار روبرو است. همزمان با نشر گزارش سازمان ملل متحد نیز گفته که گرسنگی یک مشکل ساخته شده دست بشر است و امروز جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت یا اسرائیل را متهم کرد که گویا از گرسنگی با عنوان یک حربی جنگی استفاده میکنه و گفت که اسرائیل به انتقال کمک اجازه نمیده. تا کنون اسرائیل در این مورد ابراز نظر نکرده، لیکن نیره همواره گفته که هدف اسرائیل غیر نظامیان در غزه نبوده، بلکه هدف عمدهش از بین بردن گروه حماس می باشه. لینا جان. بله، ممنون و تشکر از معلومات. تشکر.